چه شد عزیز دلم بین من فراق افتاد، چه شد عزیز دلم بین من فراق افتاد، و آنچه نمی باید اتفاق افتاد. چقدر قنچه نرگس که یک به یک پژمرد، چقدر میخک و مریم کف اتاق افتاد. نیامدی و رسی در بعین و جا ماندم، دلم هوای تو کرد و دوباره تاق افتاد. میان ما و نجف راه سبز مشایه، پیاده رفتن تا کربلا فراق افتاد. شب زیارتی جدتان همین هفته، اگر گذار شما در ره عراق افتاد، تو را به عمه 3 ساله که از پدر جا ماند، تو را به صورت ماهش که در محاق افتاد، همین که اذن دخول از لب تو جاری شد، همین که چشم قشنگت بران رواق افتاد، بخوان زیارت عشق و سلام ما برسان، بگو که این دل عاشق به اشتیاق افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و هو خیر الناصر، و با این عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه ازرفین تا غروب از شبکه تلویزیونی استقلال. شب هم در خدمت شما عزیزان هستیم، فرستن ایام اربعین و همچنان ایام شهادت امام رضا علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، و همچنین بر از همه مهمتر رحلت جانگداز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. بخش اول برنامه ما نماهنگ است که شما دعوت میکنم بیننده این نماهنگ باشید. Thank you.
نحیم قلبی دولت نحیم و بروحی کربلا عاشقك يا غريب وعلى الشيب الخضيب أبجي صبحي ومساء يا مولاي أريدك تكتبني من عبيدك احسبني من اليتامى خذ راسي تمس حبيبك حياتي يا حسين دونك عندي ما تسوى حياتي خدمتك تسوى كل صومي وصلاتي يا ريت بمجلسك تصبح وفاتي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين روحي لك الفدا ساكن كربلا سيد الشهداء روحي لك الفدا ساكن كربلا سيد الشهداء سهنت شبهای جمعه زهرا مادر تو پا تو حرم میذاره کنار قتلگاه پر از شمیمه یا سوعت رسیبه کمونو بی شکیبه با گریه میخونه حسن قریبه یا حبیبی یا حسین نور عینی یا حسین نور عینی یا حسین به ادامه برنامه خوش آمدید. طوری که در جهان واضح شده و مبرهن شده طی دهه ها و سال ها و صده ها که هر قیامی بعضی از قیام های دیگر هم در پی خودش داره، قطعا هر قیامی الهام بخش یک سری از قیام های دیگر در سطح جهان، در سطح منطقه و در سطح یک کشور خواهد شد. این قیام ها قطعا نوعیت های گوناگونی دارند و هر کس با همون تیپ شناسی که داره از جامعه خودش عمل میکنه به یک سری از
قیام ها بر علیه اکثر افراد یا بر علیه اکثر از نظام ها که قطعاً اهمیت داره. همه اینها به او قیامی که در سرچشمه بوده و اول انجام شده، قطعاً قیام امام حسین علیه السلام هم چنین قیامی بوده، یکی از قیام های بزرگ که قیام های زیادی را در سطح جهان تانسته رهبری کنه. در رابطه با قیام های آزادی خواهان جهان و الهامگیریشان از قیام عاشورا صحبتی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر افضلی که صحبت کردن. با هم میریم بخش رو میبینیم، برمیگردیم و برنامه ادامه داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اصحابه الاتقیاء المجاهدین. عرض سلام و احترام دارم به محضر شریف همه بینندگان فکور و فرزانه این برنامه مرتبط با حضرت سید الشهدا، عنوانی که قرار چند دقیقه در باب او گفتگویی داشته باشیم، اثرگذاری نهضت سید الشهدا بر نهضت‌های پس از خودش. اجمالاً در جامعه اسلامی افغانستان کمتر کسی پیدا میشه از همه مذاهب و فرق مسلمان که در باب حرکت جاودانه سید الشهدا اطلاعات ولو اندکی نداشته باشه. اهل فن و اهل فضل نسبت به قضیه تصویر روشنی دارن، نگاه روشنی دارن. کمتر کسی در کل تاریخ اندیشه اسلامی یافت شده و یافت میشه که نسبت به ارزشمندی حرکت حضرت سید الشهدا تردید و خدشه‌ای داشته باشه. بنابراین به او اصل نهضت سید الشهدا وارد نمیشیم. در بابی که اهداف نهضت سید الشهدا بود، در این زمینه هم الحمدلله جامعه ما آگاهی کامل دارن و اون این که حضرت دنبال اصلاح بود که در دین باید به وجود میامد. معارف و معالم از دین مورد غفلت قرار گرفته بود و یک سلسله منکرهای در جامعه آمده بود. لذا حضرت بیان میفرماید که من آمدم لنوری المعالم من دینک و نظهر اصلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک. ای تعبیرهای بلندی که حضرت سید الشهدا به کار میگیره و یعمل به فرائدک و سننک و احکامک، این مجموعه در حقیقت اهداف سید الشهدا رو تشکیل میده. آموزه های اسلامی، تعالیم اسلامی، عدالت، قسط در جامعه حاکم بشه و نسبت به خیشخاری، ظلم، بی‌عدالتی و ستمی که وجود داره نسبت به او حساسیت‌ها بیشتر شد. در چنین فضایی سید الشهدا وقتی قیام کرد، حرکت کرد، دستگاه اموی برای خودش یک ساختاری را شکل داده بود و سامان داده بود که در او ساختار و در او وضعیت کمتر کسی میتوانست نفوذی داشته باشه، کمتر کسی میتوانست مقابله کنه، کمتر کسی میتوانست به استادگی تصمیم بگیر. اما سید الشهدا در او حرکت جاودانه خودش، در او قیام مندگار خودش کاری کرد که تانست به تعبیر علامه اقبال موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبداد کرد. این وضعیت در جامعه به وجود بیاره. تا قیامت قطع استبداد کرد به این معنا که هر کجا زورگویی، خیشخاری، ستمگری، منکرها، رذایل اخلاقی برجسته شه، افرادی با الهامگیری از نهضت سید الشهدا در برابر این وضعیت قیام کنند. ما در اندیشه توحیدی راه‌هایی داریم برای خروج از وضعیت نامطلوبی که در جامعه رخ میده. یکی ماجرای شریف اصحاب کهف که در برابر اون مشکلاتی که احیانا پیش رویشون قرار داشت و ناملایماتی که جریان داشت، سعی کردن راه هجرت را در پیش بگیرن، خودشان را از جامعه دور کردن تا آفتها و آسیبی که در جامعه جریان داشت دامنگیر اونها نشه. مهاجرت و هجرت یکی از راه‌های بسیار اساسی و
مهم و مندگاریه برای که انسان بتونه ایمان خودشه، باورهای خودشه محفوظ نگه داره. البته چنین نبود که اصحاب کهف در این زمینه هیچ کاری انجام ندن در برابر اصلاح وضعیت موجود جامعه. تلاش کردن اما وقتی دیدن که راه به جایی نمیبرن، در نهایت راه دیگر را انتخاب کردن، در یک گوشه خواستن قایم شن، از دیدگان پنهان باشن تا باورهایشون را بتونن محفوظ نگه دارن. اما در کنار هجرت ما چیزی به نام امر به معروف و نهی از منکر داریم که امر به معروف و نهی از منکر برای خودش مراتبی داره و در مرتبه شدیدتر قیام در برابر دستگاه ظالم را تشکیل میده. سید الشهدا با امر به معروف و نهی از منکر کردن خودش در حقیقت دنبال همی حرکت کرد تا آستانه معرفتی افراد بالا بیاید و با بالا آمدن آستانه معرفتی یک تحولی در جامعه رخ بده، نگرش مردم تحول پیدا کنه. منتها او چیزی که در خطبه منا سید الشهدا یک سال قبل از شهادتشان بیان فرمودند، به معنای دقیق کلمه میشه گفت مانیفست و منشور حرکت اصلاحی سید الشهدا است که نسبت به وضعیت جامعه اسلامی، تعالیم دینی، آموزه‌های اسلامی حرف‌هایی داره، نکته‌هایی داره و گفتنی‌هایی داره. یک نکته‌ای که باید مورد توجه عزیزان قرار بگیره که قرار داره. و از طرف دیگر حالا همین نهضت سید الشهدا، انقلاب سید الشهدا، قیام سید الشهدا، کاری که کرده، اثری که گذاشته در همون دوران نگرش مردم تحول پیدا کرد، تغییراتی در نگرش مردم به وجود آمد. وقتی بعد از شهادت سید الشهدا مشکلاتی که در مکه پیش آمد و حتی دورانی که خانه خدا توسط دستگاه خلافت اموی مورد تعرض و اهانت قرار گرفت، اخباری که از شام می آمد مبنی بر تحمیق مردم، مبنی بر استحمار مردم، مبنی بر اینکه از کم سوادی و عدم رشادت مردم نهایت سوء استفاده صورت می پذیرفت، برای برخ از صحابیان مکرم و مجلل حضرت ختم مرتبت دغدغه هایی به وجود آمد. فرزند یکی از شهدای والا مقام صدر اسلام به نام حنظله غسیل الملائکه، فرزندش به نام عبدالله رفت در شام. وقت شام رفت و بعد از بازگشت آنچه را که دیده بود در میان گذاشت، گفت اگر هیچ کسی هم مرا یاری نکند، یک و تنها هم باشم، در برابر این دستگاه ظالم استاد خواهم شد. حنظله غسیل الملائکه معرف حضور شما عزیزان فهیم بیننده هست، یکی از یاران مخلص حضرت ختم مرتبت که بعد از شب عروسی هنوز حمام بعد از عمل زناشویی را انجام نداده بود، به دلیل اینکه در رکاب پیامبر شرکت کنه در جهاد شرکت کرد و به شهادت رسید، به همین دلیل به او غسیل الملائکه می گفتن، یعنی فرشتگان او را غسل داده برای که پاک بشه و طاهر بشه. فرزند نازنین این صحابی جلیل القدر دست به عمل مسلحانه میزنه و در نهایت به شهادت میرسه. این یک حرکتی که از نهضت سید الشهدا در همون زمان اثر پذیرفت تا در برابر ظلم ایستادگی کنه. حرکت دیگری که انجام شد توسط آل زبیر بود. عبدالله ابن زبیر و بقیه فرزندان زبیر و کسانی که با آل زبیر رابطه تنگاتنگ و نزدیکی داشتن، اینها هم در برابر دستگاه خلافت اموی استادگی کردند و تانستند تا حدودی جاهایی را در تصرف خودشون بگیرن، مکه و اطرافش، طائف و مدینه و جاهای دیگر تا حدودی در اختیار آل زبیر قرار گرفت. آل زبیر بعد از او جرأت پیدا کردند تا در برابر دستگاه اموی استادگی کنند. حرکت دیگری که در این زمینه داریم حرکت توابینه، که توابین در دوران حضرت سید الشهدا به دلایل مختلف، فرماندهانشون، بزرگانشون، یا به دلیل بیماری یا به دلیل مسافرت یا هر عذر دیگری که داشتن، به هر حال یا او وضعیت که جامعه رنگارنگ کوفه داشت، به هر حال همراهی نکرده بودند. اینها هم سعی کردند شمشیرها را از غلاف بدر کنند، حتی به اندازه‌ای که دیگه اونقدر اشتیاق به شهادت داشتن یا تحول در جامعه به وجود بیارن، یا اگر نه تا سرحد جان دادن و جان باختن هم حرکت بکنن، که زره هم نمی پوشیدن و وارد
کارزار در برابر دستگاه اموی می شدند. این نهضت سومی بود که در او زمان اثر پذیرفت و سعی کرد که در مقابله با دستگاه خلافتی که از مسیر نبی مکرم اسلام و سنت نبوی و عمل کرده خلفای راشدین تخطی کردن در برابر اینا ایستاد شد. قیام چهارمی که در این زمینه در همون زمان انجام شد قیام مختار ثقفی بود که اون هم به اندازه خودش و در ظرفیت خودش تانست هم انتقام خون سید الشهدا و یاران با وفایشان را بگیره و هم در عین حال کاری بکنه که دستگاه خلافت اموی گرفتار چالش و گرفتار مشکلشه. از این نهضت ها و از این قیام ها اتفاقی که افتاد این بود که حداقل در گام اول یک تحول درونی در بنی امیه رخ داد. حکومت از آل ابی سفیان به آل مروان منتقل شد. عبدالملک ابن مروان یا هشام ابن عبدالملک و مجموعه هایی که در این زمینه از آل مروان حکومت کردند. دوره ای البته مال اینها هم دوره چندانی نمیمانه. البته خب در میان اینها از بنی امیه کسانی هم آمدن که به انصاف مشهورن، امثال جناب عمر ابن عبدالعزیز و دیگران. اما در نهایت اتفاق که افتاد قیام بنی عباس بود که در قیام بنی عباس و اون چیزی که سردار خراسان ابو مسلم خراسانی و مجموعه های دیگر از دیاری که به هر حال ممکنه به همین جغرافیایی که ما درش زندگی میکنیم حضور داشتن سعی کردن با دستگاه خلافت اموی در افتن و در نهایت مسیر حرکت جامعه اسلامی مسیر دیگری پیدا کرد و دستگاه بنی امیه ساقط شد و بنی عباس روی کار آمد. حالا این که بنی عباس چگونه بود او یک فاز دیگری داره و یک بحث دیگری داره. اجمالا خدمتی که بنی عباس از این جهت کردن نسبتا خدمت ارزشمندتری بود از جهت پایه‌ریزی تمدن اسلامی. افرادی مثل مأمون و دیگران از افراد دانشمندی بودند در این عرصه ورود پیدا کردن، هرچند ما دوره‌های مهنت و مسائل از این دست را هم داریم. ای اثرگذاری بود که در او دوران داشت. بستری برای انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس منتقل شد و در نهایت به یک سلسله از معارف و تعالیم دینی جامعه عمل پوشانده شد. اما اون چی که امروزه در این زمینه میتونه مایه الهام برای کسانی باشه که دنبال اصلاحن اینه که اگر بیاییم نهضت سید الشهدا رو دنبال بکنیم، نهضت سید الشهدا در امتداد تفسیر صحیح و معصومانه و درست و ضابطه‌مند از دین و اجرای عادلانه و منصفانه همون تعالیم و آموزه ها در متن جامعه است. اگر بخوایم برای امروز جامعه الهام بگیریم، چه در جغرافیای محدود خودمان به نام افغانستان و چه در جغرافیای وسیع‌تر به نام جهان اسلام و چه در جغرافیای وسیع‌تر از این که در کل جامعه انسانی باشه، ما به یک سلسله وضعیت‌های اوضاع اموری مناسباتی حضور داریم، قرار داریم که در این اوضاع و احوال نیازمند الهام گیریم. الهامگیری البته با همون سنخ و سبک و سیاقی که حضرت سید الشهدا داشتن، یعنی بحث امر به معروف و نهی از منکر، که این امر به معروف و نهی از منکر اگر با روشمندی، ضابطه‌مندی در راستای اشاعه معروف، در راستای بالا بردن آستانه معرفتی و سطح فکری جامعه باشه، نهایت ضرورت وجود داره که ما در این عرصه گام برداریم. جامعه امروز به معنای واقعی کلمه درش ستمگری وجود داره، زور مداری وجود داره، زرسالاری وجود داره، به تعبیر عامیانه لندغرسالاری وجود داره. در این وضعیت قروتکسالاری و لندغرسالاری ما شدیداً نیازمند بالا بردن آستانه معرفتی توده جامعه ایم. خودآگاهی در جامعه باید بالا بیایه. اونجی که امروزه در جوامع غربی وجود داره، ظلم هایی که رخ میده، اتفاقاتی که میفته، بی عدالتی هایی که در سطح جهان چه در غرب چه در شرق وجود داره، اگر مورد توجه قرار بگیره ما نیازمند الهامگیری از نهضت سید الشهداییم برای اینکه یک سامانه عادلانه، یک سامان عادلانه، یک وضعیت اجتماعی عادلانه و همراه با فضیلت اشاعه بدیم، رونق بدیم. جامعه امروز از بیخدایی رنج میبره، جامعه امروز از بی‌عدالتی رنج میبره، جامعه امروز از انسان ستیزی رنج میبره.
در جامعه شرقی به شکلی با انسان ستیز میشه، در جامعه غربی به شکل دیگری با انسان ستیزه وجود داره. گاهی وقتا روح انسان مورد بیمهری قرار میگیره، گاهی وقتا جسم انسان مورد بیمهری قرار میگیره. و اگر بخواهیم از این وضعیت نامطلوب رهایی پیدا بکنیم، نیازمندی هستیم که الهام بگیریم از نهضت سید الشهدا، نیازمندی هستیم که معارف توحیدی، معارف قدسی، معارف وحیانی با تفسیر دقیق عالمانه و منضبطی که توسط کسانی که بیشترین سهم و بیشترین درک از این معارف داشتن در میان جامعه اشاعه بدیم، در میان جامعه گسترش بدیم، تا بتانیم به توفیق الهی بستر و زمینه را برای یک جامعه پاکیزه، جامعه ای که در او حیات طیبه وجود داره و جریان داره، مهیا بسازیم و از این وضعیت نابسامان و آشفته ای که درش به سر میبریم رهایی پیدا کنیم. جامعه اسلامی افغانستان در ابعاد مختلفش مشکلات خاص خودشو داره. دعوت به قیام مسلحانه هرگز نداریم، بلکه دنبال اینیم که در سطح آگاهی بخشی، در سطح تغییر نگرش مردم، در سطح تغییر منش مردم، سطح معرفت و دانایی مردم، نهایت تلاش از سوی همه کسانی که در این عرصه میتونن حرف برای گفتن داشته باشن، از مذاهب مختلف، از مکاتب مختلف، از اندیشه های مختلف، ما نیازمندی آگاهی و بسیج همگانی هستیم تا بتانیم از این وضعیت فلاکتباری که درش به سر میبریم، از این وضعیت رقتباری که درش جان هر انسانی به درد میآید رهایی پیدا بکنیم. نیازمند او نهضت همه جانبه‌ایم و امیدوارم به توفیق الهی و با عنایت الهی و با الهامگیری از حرکت سید الشهدا بتانیم در جامعه خود اشاعه معروف داشته باشیم، نیکی ها، عدالت، حق طلبی، رعایت حقوق انسان های دیگر، احترام به انسان های دیگر، حفظ کرامت انسان های دیگر و امور از این دست را در سرلوحه قرار بدیم و بی عدالتی، ستمگری، خیشخاری، ظلم و احیانا انسانیت زدایی از دیگران و خشونت ورزی و تعصب کورکورانه را به حاشیه بفرستیم و بتانیم انشاءالله زمینه را برای همون جامعه موعود و آرمانی که خدای سبحان در سوره مبارک نور وعده داده، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. به او جامعه برسیم انشاءالله، جامعه ای که دین من همگانی شده باشه، عدالت پیاده شده باشه، امنیت در جامعه در همه جوامع فراگیر شده باشه و ظلم رخت بربسته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که از صحبت‌های حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای افضلی استفاده کافی را کرده باشید. چیزی که مطرح هست در طی سالیان سال، عزاداران حسینی به عزاداری پرداختن، مراسماتی را گرفتن برای امام حسین علیه السلام و همچنین برای ائمه اطهار کلهم در عصر معاصر، این چه نقشی میتونه داشته باشه؟ آیا اصلا اهمیتی داره که چنین مراسماتی گرفته بشه؟ اگر اهمیتی داره چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ و چقدر باید این جلسات، این مراسم ها با شکوه برگزار بشه؟ قطعا این سری از سوالات سوالاتی هست که میتونه شبهات بسیار زیادی را هم رفع بکنه و از طرفی هم بتونه خاطر جمعی بسازه برای افرادی که عزاداری میکنن. در رابطه با این موضوع صحبت کردن خانم انسیه رضازاده در رابطه با نقش تجلیل و بزرگداشت از قیام عاشورا در عصر حاضر. صحبت‌های ایشان رو می‌شنویم، برمیگردیم و برنامه ادامه داره. شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین،
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین، از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست. مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین، میبرد در کربلا 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی و منا دارد حسین. پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست، اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین. بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب، کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین. رخت و دیباج حرم چون گل به تاراجش برند، تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین. بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. سروران پروانگان شمع رخسارش، ولی چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین. سر به قاچ زین نهاده راه پیمای عراق، می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین. او وفای عهد را با سر کند سودا، ولی خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین. دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا، با کدامین سر کند؟ مشکل دوتا دارد حسین. سیرت آل علی با سرنوشت کربلاست، هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین. آب خود با دشمن تشنه قسمت می کند، عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین. دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت، داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین. بعد از اینش صحنه ها و پرده ها اشک است و خون، دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین. ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمی، گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین. دست آخر که از همه بیگانه شد، دست آخر که از همه بیگانه شد، دیدم هنوز با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین. چم گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین. اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار، اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار، کندر این گوشه عزایی بیریا دارد حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما در مورد
کنگره جهانی اربعین هست که میتونین بگین اربعین یک فستیوال همدلی جهانی هست. به این صورت که مؤمنان همواره حقیقت تجربه کردن که با اتحاد و همدلی به جایی میرسن. خب در دنیایی که ما در عصر کرونی حضور داریم و جنگ افروزی هایی که وجود داره، مردم یک خاطره زیبایی دارن از سفر اربعین و از این همایش بزرگ جهانی که یک نوع اتحاد و همدلی برای کل مردم جهان به نمایش میگذاره و همه سال اقوام مختلف از سایر نقاط جهان به این همایش شرکت میکنن که اواخر حدود 20 میلیون نفر در پیاده روی نجف تا کربلا حضور داشتن و با ایثار و همدلی خود یک صلح جهانی آمدن به نمایش گذاشتن. پیاده روی اربعین به دلیل ماهیت صلح جویانی خود یک چشمانداز خاص آمده برای جهانیان نشان داده و یک حماسه خاص آمده به تصویر کشیده. و نکته دومی که در همایش اربعین یا همو فستیوال همدلی اربعین وجود داره، خدمت به زائرین هست. خب کسایی که غیر مسلمان هم هستن، حالا سعی میکنن حداقل در اون موکب هایی که بین راه های زائرین اربعین به حساب قرار داره که در حال خدمت رسانی به زوار هستن، اونجا شرکت کنن و حضور داشته باشن. یا در پیاده روی همدلی اربعین ما بارها شاهد این بودیم که کسایی هستن که همه چیز خود در ایام رها میکنن، آسایش و آرامش و کل زندگی خود رها میکنن، کوله بار سفر به دیار عشق میبندن. اینا به چه عشق و به چه دنبال چی هستن که پا به این مسیر میارن میگذارن؟ خب دنبال یک چیز خاصی هستن، این که در اربعین فضایی که به وجود میایه در حقیقت خود خود میشناسن و سعی میکنن زندگی رو به سبک اربعینی باشه، چنانچه زواری که برمیگردن همه ساله استرس و نگرانی و دلهوره دارن که ممکنه سال آینده از این سفر باز بمونن یا ممکنه از این سفر جا بمونن. او همدلی که در اربعین هست بارها و بارها از زبان زائرین نقل شده که یک اکسیژن خاص داره. کسایی که اونجا هستن او اکسیژنی که در فضای اربعین هستن، اون اکسیژن نتونستن در جاها استنشاق بکنن. و به قول یک دختر غیر مسلمان هلندی که این تعبیر به کار برده که اربعین مهربانترین جای دنیاست. در اربعین جنگ و دعوا نیه، گرچه همه از یک قوم و قبیله و از یک نژاد نیان، ولی میبینیم مهربانترین آدم ها در همون فضای اربعین هستن. کسایی که سعی میکنن با واکس دادن کفش یک زائر، با دادن یک دکه دستمال کاغذی، با دادن یک لیوان آب، عرض ارادت خود به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام داشته باشن و او آسایش و آرامش رو رها کردن، از جاهای دور از مسیرهای مختلف سعی میکنن که بیاین و به این کنگره جهانی اربعینی شرکت بکنن و برکات خاص خود خور داره. و یک مکتر ما از رو برگه برای شما بخونم که خیلی زیبا و جالب هست و او هم این هسته که همه میگویند آخر طریق به کربلا میرسد و با آغوش حسین علیه السلام، اما من میگویم آخرین پله پیوند تاریخ با آرامش است. آخر طریق ساحل اقیانوسی است که هر که میرسد سبک می شود با امواج آرامش و گزگز جریان حیات را در رگهایش حس می کند. آخر طریق نقطه بلوغ فهم بشر است. امام اگر باشد دنیا آرام می گیرد. امام زنده و تنهای ما اربعین به ما آموخت که رسیدن با اقیانوس آرام وجود تو باید. طریق سخت نجف و کربلا را در درون خیش طی کنیم، طریقی از مبدن من تا مقصد تو. فکر می کنم کم کم دنیا به فهم اربعین نزدیک می شود، به همان نقطه بلوغ فهم بشر. و این یعنی ما به موت‌های آخر نزدیک می شویم. امام زنده ما پای قلبمون عجب بی صبرانه تاول زده در انتظار عمود آخریم. اللهم عجل لولیک الفرج. با امید این که در
سفر اربعین و در زیارتگاه عاشقان انشاءالله شاهد حضور امام حی و زنده خو باشن و انشاءالله باز هم زنده باشن و توفیق حضور در این فستیوال همدلی جهانی داشته باشن. دعا میکنین که خداوند به برکت ایام ظهور حضرت ولی عصر و صاحب امر انشاءالله زودتر تأجیل بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غریبی بی کسی منزل به منزل، خبر دارد ز حالم چوب محمل. غریبی بی کسی منزل به منزل، خبر دارد ز حالم چوب محمل. 40 روز است در سوز و گدازم، فقط خاکستری جا مانده است. چه بارانی دو چشم آسمان است، چه طوفانی دل این کاروان است. کنار قبر سالار شهیدان همه جمعند و زینب روزخان است. شبیه آتش است این اشک خاموش، که می بارد ز چشمان عزاپوش. رباب است این که با لالایی خود کنار خیمه ها رفته است از خوش. این بود برنامه از اربعین تا غروب امشب. تا فردا شب و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.